Hi, I'm Tom, and I'm delighted to be with you today. سلام، من تام هستم و خیلی خوشحالم که امروز با شما هستم. Greetings in the name of Master Jesus. درودها در نام استاد ما خداوند عیسی مسیح. I'm delighted to be with you, and we're going to open God's Word and hear what Jesus has to say to us today. خیلی شادمانم از اینکه با شما هستم و کلام خدا میتونیم با هم باز کنیم و ببینیم که کلام خدا چه چیزی داره که ما بگه. As a follower of Jesus, we not only spend time with him and worship him. به عنوان پیروان عیسی نه فقط اینی که ما دعوت شدیم که باهاش وقت بذاریم و اونو پرستش بکنیم. We share Jesus with others wherever God has called us. هر جا که خدا ما خوانده و قرار داده عیسی با دیگران سهیم میشیم و در میان میذاریم. We are Jesus beloved, the one he delights in. ما محبوبان عیسی هستیم، کسایی که عیسی اونها دوست داره. And we share his life with others everywhere we go, whoever we're with. و حیات اونها هر جا که میریم با هر کسی که در ارتباط قرار میگیریم در میان میذاریم. As followers of Jesus, Jesus reminds us. به عنوان پیروان عیسی به ما یادآوری میکنه that we are deeply loved by him. که ما عمیقاً توسط او محبت شدیم و او ما دوست داره and that we are to display him to others all around us. و ما باید به کسایی که در اطراف ما هستن اون نشان بدیم و اون در میان بگذاریم. Matthew chapter 5 verses 13 through 16. انجیل متا باب 5 آیه 13 تا 16. Jesus says to us today. عیسی به ما امروز اینه میگه. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. شما نمک جهانید، اما اگر نمک خاصیتش را از دست بدهد چگونه میتوان آن را باز نمکین ساخت؟ دیگر به کاری نمی آید جز آنکه بیرون ریخته شود و پایمال مردم گردد. Jesus says we are salt. That means we influence others as we represent him. عیسی مسیح میگه که ما نمک هستیم، یعنی دیگران تحت تأثیر قرار میدیم و وقتی که در مورد او با دیگران صحبت میکنیم. I love salt. Maybe you love salt in your food, but salt is tasty. We know when it's there. من خودم نمک خیلی دوست دارم. میدونم شما هم نمک دوست دارین که میزین روی غذادم و طعم میده به غذای ما. Jesus is saying when others are around us, we get a taste of who Jesus is. عیسی داره میگه یعنی وقتی که دیگران اطراف ما هستن یک طعم، یک مزه ای از عیسی در وجود ما احساس میکنن، یک مزه ای. And that taste, like salt, makes others want to taste Jesus more. و این مزه و این طعم باعث میشه که دیگران هم بخوان عیسی بیشتر بچشن و عیسی بیشتر مزه کنن. We're also, Jesus says, not only salt, but we're also light. و عیسی مسیح نه فقط میگه که ما نمک هستیم، میگه بلکه ما نور هستیم. Listen to what Jesus says. پس گوش بدین به اون چه که عیسی داره به ما میگه. In verse 14, Jesus says, "You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." شما نور جهانید. شهری را که بر فراز کوهی بنا شده نتوان پنهان کرد. هیچ کس چراغ را نمی افروزد تا آن را زیر کاسه‌ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان می گذارد تا نورش بر همه آنان که در خانه اند بتابد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است بستایند. Jesus uses this metaphor of light. عیسی از این مثال نور استفاده میکنه. In several ways. در چند راه مختلف. Light, when you go into a dark room, when you turn on the light, darkness immediately disappears. وقتی که به یه اتاق تاریک پا میذارین و اونجا نور روشن میکنین، خیلی سریع تمامی تاریکی از بین میره.
And people can identify light immediately from darkness. It's immediate. و خیلی سریع همه تشخیص میدن بین تاریکی و نوره. What Jesus is saying is that we are like that light to a dark world. عیسی مسیح به ما میگه که ما هم مثل این نور هستیم در این دنیای تاریک. That light he has given within us. این نوری که او به ما در درون ما بخشیده. And notice, we shine that light for others around us. But توجه میکنیم میگه که این نور تابیده میشه بر کسایی که در اطراف ما هستن. And notice, Jesus says, shine your light. Don't hide it. Shine your light. این خیلی توجه که میکنیم عیسی میگه که این نور شما بذارین تابیده بشه. نور دانه پنهان نکنین. That others around us. تا افرادی که در کنار ما هستن. In our families. در خانواده ما. With our friends. دوستای ما. At school. توی مدرسه. In our home. در خانه. On the street walking. توی خیابان که داریم قدم میزنیم. When we are working. توی محل کارمان. We shine that light to others. They see Jesus in us. ما این نور میتابانیم. اینها عیسی در ما میبینن. So how are we light to others? چطور میتونیم نور بتابانیم به دیگران؟ How do we shine beautiful light? چطور این نور زیبای میتونیم بتابانیم؟ What Jesus says here, عیسی اینجا به ما میگه, One of the ways we shine light is through the work we do every day. یکی از راههایی که ما میتونیم نور عیسی بتابانیم وقتی که هر روزه اون کاری که داریم انجام میدیم. The very quality of our work and what we do wherever God has called us to work, whether it's paid or not paid. اون کاری که داریم انجام میدیم اون با کیفیتی که اون کار رو ما انجام میدیم حالا این کار امکان داره براش پولی دریافت میکنیم یا حتی پولی دریافت نمیکنیم Others can see that our work is different. دیگران میتونن ببینن که کار ما فرق میکنه The hardness and goodness of how hard we work. نیکویی که باهاش ما کار میکنیم با سختی و تلاشی که ما کار میکنیم Excellence of the good work we do. اون عالی بودن کاری که ما داریم انجام میدیم The honesty in our work. صداقتی که توی کارمان داریم How we love others in our work. چطور توی کارمان دیگران محبت میکنیم Those who don't know Jesus around us. کسایی که در اطراف ما عیسی نمیشناسن That person works differently. What is the reason? این شخص متفاوت از بقیه کار میکنه. دلیلش چیه؟ And what Jesus says is that allows us to say, I serve a great God. چیزی که عیسی به ما میگه به ما اجازه میده که ما به دیگران بگیم چرا که من یه خدای عظیمیه و بزرگیه خدمت میکنم. And notice Jesus says, when people around us see our good work, توجه میکنیم که وقتی عیسی میگه وقتی دیگران در اطراف ما این کار نیکو نگاه میکنن و متوجه میشن They will say, God is real. میگن خدا حقیقت وجود داره And let me know more about this Jesus that you love and serve. منم بشناسم این عیسایی که تو در موردش صحبت میکنی و داری خدمت میکنی Isn't that a beautiful teaching of Jesus? این واقعا تعلیم زیبایی از خداوند عیسی مسیح نیستش Jesus not only calls us to know him intimately and be loved by him. عیسی نه فقط اجازه میده که صمیمانه و نزدیک با او رابطه داشته باشیم و اونو بشناسیم. But to reflect his love to everyone around us and his beauty. انعکاس بدیم محبتش و زیباییش در اطراف ما. We reflect that love. ما انعکاس میدیم این محبت. In many ways. به شکل‌های مختلفی. The words we say and how we say them. کلماتی که میگیم و چطور این کلمات بیان میکنیم and the work we do and how we do that work as an act of worship to God کاری که انجام میدیم و این کار چطور به عنوان پرستشی به خداوند انجام میدیم So brothers and sisters in Jesus برادر و خواهرای ما در خداوند عیسی مسیح Jesus loves you عیسی شما را دوست داره Jesus is with you عیسی با شما هستش God is a put you in a specific place to serve him right now. خداوند شما در یک محل کار در یک شرایط خاصی با هدف اونجا قرار داده. You may be serving him mainly in your home with your family. شاید شما خداوند داری خدمت می‌کنی با خدمت کردن به فرزندای اعضای خانواده‌ات. You may be serving him in school.
شاید داری اون خدمت میکنی توی مدرسه. You may be serving him in a marketplace or business. شاید توی بازار و توی محل تجارت داری خداوند خدمت میکنی. So wherever God has put you. هر کجا که خداوند شما خوانده و دعوت کرده و قرار داده. He wants you to be salt and light to all those around you. میخواد که شما نور و نمک باشید برای کسایی که اطراف شما تو اون محل هستن. You are light and you are salt. شما هم نورید و هم نمک. And Jesus himself will be reflected through your life as you love others and love him and do your work. May God bless you, dear brothers and sisters in Jesus. Be salt and be light wherever God has you. عیسی خود عیسی انعکاس پیدا میکنه توسط شما که نور و نمک هستید. باید عیسی نشان بدید هر جا که هستید. Kayvon, would you pray in closing? Yes. Pray. Yeah. بس با هم دعا کنیم. پدر تو شکرت میگی برای خداوند ما عیسی مسیح که خود او نور و نمک بود. در محل کارش، در زندگیش باعث جلال نام تو شد. تو شکر میگیم که هر کدام ما در این دنیا توی قسمت‌های مختلفی قرار داری. یه مادر توی خانواده، یک پدر توی محل کار یا یه مادر توی محل کار، جاهای مختلف، تا که اونجا تصویری از عیسی مسیح باشیم برای دیگران. بس ما پر بساز از روح القدس، ما یاری بده در هر محیطی که هستیم تا کلمات دهان ما برکتی باشه خداوند، سخنان تو باشه، و تا جوری که کار میکنیم با سخت کوشی، با صداقت و با درستی و حکمت نام تو جلال بدیم و سبب بشیم هم خود ما و هم دیگران تو پرستش کنن و ستایش کنن. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین.